از دیگر محورهای سفر وزیر دفاع روسیه به تهران، همکاری‌های بلند مدت نظامی و دفاعی روسیه و جمهوری اسلامی عنوان شده. این همکاری با توجه به تحولات آذربایجان و روسیه میتونه احتمالاً پای ایران رو به یک درگیری دیگه باز کنه. آیا اینطوره ارزیابی شما؟ خب من فکر میکنم که دو تا محور داره این بحث همکاری‌های بلند مدت‌تر. یک بحثش بحث همکاری‌های در حوزه مثلا تمرین‌های نظامیه که قول و قرارشو گذاشتن برای فوریه 2024 تمرین نظامی داشته باشن. اما مهمتر از اون اینه که ایران به سوخ و 35‌های روسیه به شدت نیاز داره. روسیه هم به در واقع موشک‌های بالستیک ایران در ادامه جنگش در اوکراین نیاز داره. به نظرم این مهمتر از موضوع قره‌باغ، چون در قره‌باغ بازیگرهای متعددی هستن و ایران تنها در واقع بازیگر نیست و حتی بازیگر تعیین کننده هم نیست. نقش روسیه هم اونجا به شکل مطلق نیست. در مورد سوخ و 35 هم روسا تا حالا قول و قرارهای زیادی گذاشتن، هواپیماهای آموزشی دادن، در واقع خلبانهای ایران رو آموزش دادن. اما اگر بخوان سوخ و 35 رو به ایران بدن، ایران از اون وضعیتی که در واقع الان کشورهای مثل عربستان، مثل امارات، مثل ترکیه و به خصوص اسرائیل برتری هوایی دارن و ایران امکان رزم هوایی رو نداره با داشتن فقط پهباد و با داشتن موشک. اگر بخواد بگیره، این در واقع یک بازدارندگی در مورد اسرائیل به حساب میاد. بنابراین روسیه داره این ریسک رو میکنه اگر که بخواد سوخ و 35 رو به ایران بده، که اسرائیل هم که تا الان خودداری کرده بخواد گنبد آهنی رو در اختیار اوکراین قرار بده. و خب این برای روسیه در جنگی که با اوکراین داره یک ضعف بزرگ به حساب میاد. بنابراین به نظر من خیلی جای تردید داره که این قول روسیه عملی بشه.